یک عضو هیئت حقیقت‌یاب در میانمار ارتش این کشور را متهم کرد که آزار و تجاوز گسترده جنسی به زنان و دختران مسلمان با هدف نسل‌کشی و نابود کردن جامعه مسلمان میانمار انجام می‌گرفت. همکارم بهنام ناطقی از نیویورک همراه ماست برای جزئیات بیشتر. بهنام، حملات ارتش میانمار به دهکده‌ها که با آتش‌سوزی خانه‌ها و تأسیسات همراه بود سبب شده که حالا بیش از 750,000 مسلمان قوم روهینگا به اردوگاه‌های آوارگان در بنگلادش پناه ببرند. هیئت حقیقت‌یاب مستقل که از سوی آوارگان سازمان ملل در سال 2017 تشکیل شده بود، دولت میانمار را متهم کرد که از پاسخگو ساختن و مجازات عوامل تجاوز جنسی گسترده که با هدف نسل‌کشی انجام می‌گرفت امتناع می‌کند. What is important for us in this report is that the men are separated. در این گزارش آنچه برای ما اهمیت دارد این است که مردها را از زنها جدا می‌کردند، بعد زنها را به خانه‌ای می‌بردند که در آنجا به مدت 4 روز آنها را مورد تجاوز جنسی دست جمعی قرار می‌دادند و بعد خانه را به آتش می‌کشیدند. در حالی که گذرگاه‌های مرزی برای بازگشت آواره‌ها به میانمار باز هست، اونا که تحت محافظت نیروهای مسلح سازمان ملل هستن میترسن که در بازگشت به کشورشون مورد شکنجه و آزار جنسی قرار بگیرن. مثلا این آواره در این تصویر از رویترز میگه که جان خود رو برداشتیم و به بنگلادش گریختیم، حالا دولت بنگلادش و کمیسیون آوارگان سازمان ملل میخوان ما رو بازگشت بدن، بهتر ما رو همجا بکشن به جای اینکه به میانمار برگردونن. علاوه بر تجاوز گسترده جنسی که از سال 2017 شروع شد، این هیئت در گزارش خودش همچنین وقایع سال 2016 رو هم منعکس کرده، از جمله کشتار مسلمانان روهینگا و آتش زدن دهکده‌های مسلمان نشین. ممنون از گزارش شما بهنام ناطقی مستقیم از نیویورک.